در ایران از دید آخوندها کلام خدا حرامه، نباید به ایران وارد بشه. انجیل نباید تو دست کسی باشه. از دید اونا همه چی زوریه، چون اونا تعلیم نمیتونن بدن. الان یکی از تعالیمشون رو براتون پخش میکنن، حالا که خیلی دارین اصرار میکنین پخش میکنن. ببن فقط به خاطر شما. این یکی از تعالیم آخونده، گوش بدید، خواهش میکنم. نمیدانم دیشب اینجا بود جای دیگه بود، من گفتم جریان سلمان فارسی رو دیگه، اون جریان سلمان فارسی این شد که انبیای بنی اسرائیل هرچه آثار نبوت داشتن داده بودن به دوازدهمین امام حضرت عیسی، اونم داده بود به سلمان فارسی، اونم داد به پیغمبر اسلام، همه پیش امام زمان هست، در نقطه از نجف کوفه در یک جایی مستوره، در یک پوست بزرگ بز وحشی به نام جعفر، تورات اصل اونجاست، انجیل اصل اونجاست، زبور اونجاست و 71 کتاب دیگر، 74 کتاب که البته من دارم اینها رو، فارسیشو داریم، بعضی از عبریشو داریم، سریانیشو داریم، از انبیای سابق. الان در همین زمان خودمون ما در اختیار چند تا کتاب داریم؟ 74 تا. از اونها بعضی ها مال حواریونه، مثل مکاشفه یوحنا، اینو داشته باشید. این انبیا هرچی داشتن رسید به پیغمبر اسلام. امام زمان با حضرت خضر که ملاقات دارن همیشه مسجد سهله و فلان، چون بیت حضرت آدم مسجد کوفه است، بیت شیس، بیت ادریس، بیت نوح، بیت ابراهیم، حضرت امام زمان هم با حضرت خضر اونجا میان، اسناد نبوه اونجاست. به محض ظهور علمای قوم، نجف، دیگران نامه می نویسن آقا ما منتظر شما این، باید معلوم بشه شما امام زمان واقعی هستید. ایشون میگه هادا خط علی بیده، هادا املاء رسول الله من فلق فیه و خط علی بیده، آنچه که در اختیار منه املاهای شفائی شخص پیغمبر از دهان مبارکشه و دست خط علی ابن ابی طالب. اینم خط شناسان اسناد انبیا را میفرسته پیش فقها. بله، گوش دادید عزیزان، متوجه شدید دوستان؟ بذارید اینجا بذارم بهتر بتونم ببینمتون. این تعلیم این افتاد درست، این تعلیم آخونده. این رو ثابت بذارم به امید خدا وایسه همینجا. این تعلیم آخونده میگه اسناد ظهور در اونجاست، در بیت آدم. بیت یعنی خونه، بیت یعنی خونه، در خونه آدم، خونه نوح، خونه شیس که 7000 سال پیش زندگی میکردن. اینا مدارک و روی پوست گاو، پوست مذهب، پوست چی گفت؟ گوز گفت، چی گفت؟ روی پوست نوشتن. و حضرت امام زمان که با حضرت خضر هر روز ملاقات میکنه، چرت و پرتا رو شنیدین. من نمیدونم این بازیار، این نمایشار اینا از کجا در میارن. میگه 72 تا کتاب نوشتن از جمله مکاشفه انجیل. اصل اینا در 72 کتاب، من همشونو دارم. آخونده میگه من همشونو دارم. میگم کاش خدا روی این چی میگن، خدا یا رهبران ممالک پیشرفته مالیاتی روی دروغ میذاشتن. همون خودمون در ایران یه مالیاتی رو دروغ قرار میدادیم، آخوند نمیمون که ورشکست نشه از بس دروغ میگن اینا.
اینجا الان براتون خوندم پیامشو، دیگه نوشته ای خدا ای خدا این چیه اینجا ظاهر شد برای من. ای اهل کتاب، در دین خود غلو مکنید و درباره خدا جز سخن درست مگویید. مسیح عیسی، عیسی ابن مریم فقط پیامبر خدا و کلمه اوست که آن را به سوی مریم افکنده و روحی از جانب اوست. پس به خدا و پیامبرانش ایمان بیاورید و نگویید خدا سگانه است. نگویید عیسی کلمه خداست، چون محمد سرش نمیشه کلمه خدا چیه، سرش نمیشه، نمیفهمید کلمه خدا چیه. این فکر میگهد کلمه خدا هم همین چرت و پرتاییست که خودش تو قرآن نوشته. حتما باید با خودکار، مبادا خودکار زرد یا بنفش باشه یا خودکار مشکی باید باشه، حتما با خودکار به کتاب، به آیه قرآن اشاره جمع کنیم. بابا این کسافت کاری ها رو جمع کنیم. شب و روز فقط توی سکس بود این مردک، 15 تا زن داشت، هر روزم به همشون سر میزد. حالا بگو روزی 2 ساعت 3 ساعت، آخه 15 تا 2 ساعت میشه 30 ساعت، یه روز 24 ساعته، کی میخوابی؟ برای همین بود وقت نداشت نبوت بکنه، بدبخت. برای همین تو قرآن نبوتی وجود نداره، چون همش در حال سکس بود. وقتی هم که مچشو میگرفتن تازه یه مرتبه آیه نازل میشد، آنچه خدا بر تو حلال کرده سزاوار نیست مردم ایراد بگیرن.